weakness in our process. این نمره اینجا هستش اینجا هست میان ترم که میان ترم اگر اجازه بفرمایید میان ترم رو بگذاریم هفته دوم آبان سه شنبه باند گذری موجوده بعد توی حوزه زمان هم شدیدن میران میشه شدیدن میراس یه تابعی و اگه شما بهتون پیدا کنید که شدیدن میراس شدیدن میراس اگه ازش توری ترانسفورم هم میده توری ترانسفورمش حالت بند پس مونه داره اون میتونه یک کاندیدای مناسبی برای بهتر باشه و
ولی باید یه شرطی هم داشته باشه، میشه که حتم سدل بودی، حتم سدل هم باید باشه. حالا اینا رو من انشالا تو جزوه ها جزوه ما هم توی سپه رو دوستم تا اینکه مدل یه جوری مشکلش هم درست شده جم. واسه زحمت کشیدن با مسئولش صحبت کردن که مدل هم مشکلش برداره چون میدونین چیه مدل. حالا هم سپه خواهد بود هم تو مدل خواهد بود همین اطلاعات شما. ولی تمرین اگه بخواین شما تحلیل بدین، تمرین ها رو تو مدل تحلیل بدین، این نمیتونم تو سپه از آدم میدونم. ولی اطلاعات توی سپه بوده به صورت سنتی جا باقی میمونه، حالا یه کپی از ازشون درست میشه میره توی مدل، چیزهای دیگه هم به مدل اضافه خواهد شد انشاءالله توی چیز هم میگذاریم اطلاعات رو یه سپه هم میگذاریم و جزوه توی سپه در حالات قابل دسترسی هست جزوه یکی هست. ما توی جزوه همونم توضیح دادیم که admissibility چیه. admissibility واقعا اینه که ما بیم از بیده فوریه ترانسفورم بگیریم، اون فوریه ترانسفورم رو بر امیگا تقسیم میکنیم، از اون نهایی بینایی تا بعد آبین از اون انتگرال بگیریم، این بینهایت بشه همیشه admissible، یعنی اون چیز تابعی که سخت میرام میشه، شدیدن میرام میشه در حوزه زنان و همچنین بند هست بیهیویر از خودش میشون میگیره admissible property هم داره، اون میتونه بیگلت باشه. بیگلت ها بنابراین یکی دو تا و اینا نیست، مثلا بی نهایت بیگلت ممکن باشه، این نهایت بس این مد نظر قرار بگیم. اختراع یا بگم اکتشاف اینها به وسیله دو تا دانشمند بوده، خانم داوشیز این بوده داوشیز. من توی جلسه بودم دو سه ساعت پیش، بعد آقای داشت دفاع میکرد دکترا بود، آقای داوشیز به نام گفتن به اینها چی بود، ولی خانم هایی اینجا هستن دوست دارم میشنم که اسمی خانم بوده، این آقا اسمش بوده اینگرید داوشیز، یه دانشمنده مثل همه دانشمندهای دیگه. یه پریزنتیشنیشون داشتن، بعد صحبت کرد و اینا، بعد بگیده تو اسفحال قبل یه خطایی بود، میشه اصلا کسی که متوجه نشون خطا داره تو اسفحالی میشه، توقع ندارن از همچین استادی همچین دانشمند خطا. بعد گفت اینجا بوده، گفت من این خطا رو کردم بگم که ریاضیدان ها اشتباه میکنم. بعد مردم خندیدن و خوش ما که نفهمیدیم به ما خانوم داوشیز واقعا ریاضی به اینا میگن، یه سری ما آدم هایی رو داریم اینا ریاضیدان هست، اینا ریاضیات هم پیورش هم اپلایدش، ریاضیات اینجا شما میدونید توی کتاب میبینید اپلایده، ایشون میتونستن برای ما بیان مثلا این کتاب رو بنویسن، حتما هم ندرسن بعد بخبر دارم که پیور بیده در دیگاه متمتنسش باشه، ولی ایشون آوردنش تو وادی که ما که مهندسی هستیم کاربردی نگاه می‌کنیم موضوع یه چیزی هم بفهمیم، اون جریان قضیه حساب اثبات کردن و اینا که آدم گم میشه توش اینا دیگه برای ما در نظر نمیاد. خانم داوشیز فیزیسیسته، فیزیکدان، همسر ایشون یه آقای هستن به نام کالدربنگ، در باید کالدربنگ آدم باید یه صحبتایی بکنه، مثل اینکه میدونید توی دنیا بعضی خورشیدها هستن، اینها باینری هستن، دور هم دارن میچرخن، هستن ها هستن. بعد اون خورشیده که خیلی بزرگ، خورشیده ما رو داره جذب میکنه، یعنی خورشیده ما داره ما رو جذب میکنه، ما داریم یه دورش میچرخیم، بالاخره ما جذبش میشیم تموم شد، ولی اون خورشیده ما داره همینطوری بزرگ میشه، میدونید خیلی یه زمان میرسه چند میلیارد سال دیگه از پلوتون هم میزنه اون طرفتر شعا قطر خورشید ما اونقدر بزرگ میشه که کل منظومه شمسی رو در بر می همه رو جذب خودش کرده، خودش هم خیلی بزرگ شد. آقای کالدربنگ یه ریاضیدان بسیار سنشون هم عدده الان بگم نبرد اگر الان در قیل حیات باشم که ریج من یه زمانی پیگیری کردم این بیگلت و اینا ریشش تو کارهای آقای کالدربنگ یعنی آدم به چه یاد میکنی؟ یعنی ایشون یک کاری انجام به تایم فریکونسی به تبدیل کردن و تبدیل به تبدیل و پیاده سازی کردن چیزا که آدم یه مقدار فکر کنه
یه ذره هم از کار خانم دام میشه چه خبرایی داشته باشه، میگه اینا دو تا با هم بالاخره صحبت کردن، این نیستش فقط برن مثلا ما که غذا بخورن مثلا درباره ریاضیات و این چیزا هم صحبت میکنن. بعد آقای کالدرمن مثل اینکه اینیشییت کرده این موضوع اینطوری به نظر میرسه، ایشون بوده که اینیشییت کرده. این البته مو خانم فیزیکدان فیزیک هسته‌ای فیزیک هسته‌ای کار میکنه، دانشمند اون زمینه هم بشه، میگن چیز ماتماتیکال فیزیسیستم بعد اونجا آقای کالدربنگ همسرشون کالدربنگ خانم داهمیشیز هم که اینجا بود داهمیشیز اینگرید داهمیشیز و این آقای کالدربنگ بعد از که این کار را کابل من انجام دید هیچ کاری به اینا نمیکنه، عجیبه هیچ کاری نمیکنه. بعد این خانم دعا میشید مثلا 1284-5 یوم از من بیگره 10 lectures and bagels خانم دعا میشید که یه صدر هست خیلی چیزه اینه کلاسیکاله لکچر های خانم. بعد تمام این کتاب های عجیب غریب که نوشته شده انگاری منشعب از کار خانم دعا میشید هست. البته اینا میرم شاید سترنگ ایراداتشون مثلا به هیچ کار بکنم کنم اینا میتونه از اینا بکنم. پس عرض کنم خدمتون توی جزوه ما هستش ادمیسیبلیتی چیه؟ ادمیسیبلیتی این انتگرال هست اگه به ایگلت رو مثلا خوری ترس ما ازش بگیری بیم نباید بیم هایی هم باشه اون بلا بود دوتا خاصیت دیگه که عرض کردم تابعی شما پیدا بکنی و یک جنبه از ریاضیات اپلای ساینس هستش که این توی فضای هیلبرت اسپیس چه اسپیس چه فضایی؟ فضای دات پرادکت این جایی که دات پرادکت ضرب درونی توابع رو میشه تعریف کرد. مثلا دو تا تابع ضرب درونیشون چی میشه که بی‌نهایت نیست. ضرب درونی دو تا تابع بی‌نهایت نیست. هر دو تاشون هم انرژیشون فاینایت. ولی فهمید این داره تعریف میکنه یه فضایی که بهش میگن هیلبرت. حالا اگر اون فضا خانواده از این توابع رو داشته باشه، خانواده از این توابع داشته باشه. این باشه که این میتونه بی‌نهایت باشه که در اون ضرب درونی F1 F2 اینا تعریف بشه که بی‌نهایت نیستن و انرژی اینها فاینایت داره. فضایی که بسیم اینها درست میشه این فضا بهش میگن هیلبرت اسپیس. چرا بهش میگن فضا؟ چون ببینید الان اینجا یه بردار اینجاست، یه بردار اینجاست، یه بردار اینجا دیگه. این اتاق به وسیله صدا بردار هر نقطه‌اش قابل نمایشه. حالا فضایی رو در نظر بگیرید که اینها این اکسس هاش هست، اکسیز هستن، محور هاش هست، اینا محور هاش. لزوما اینا ارتوگونال نیستن. یعنی ضرب درونی صفر نشد، گفتیم فاینایت باشه. این میشه هیلبرت اسپیس. حالا بیایم اینه یه مقدار یه زیر مجموع ازش بگیریم. این هست ولی این صفر، این صفر، ضرب درونی تمام صفر. این میشه ارتوگونال اسپیس. ارتوگونال اسپیس اگر این یک باشه این میشه ارتونورمال اسپیس. حالا یکی از زیر مجموعه های بیبلت فمیلی اونهای بیبلت ها موجک هایی هستن که اون ستا خاصیتی از کلمه دارن ولی ارتو نرمال هم هستن. حالا ادام میشه هستن که پیدا کردن و جالب است بدونید که اینا فرمول ریاضیاتی ندارن. میشه مثلا که فرمولشون اینه به شما از به فهمی لژاندر فانکشن ها رو میشناسید، اینا ارتوگونال هستند، ارتونورمال هستند. چبیشف فانکشن ها رو میشناسید، اینا ارتونورمال هستند و خیلی توابع دیگه، ولی فرمول داره، فرمول میشه برای شما.
ولی این توابعی که خانم داویش مطرح فرمودن که بعداً آقای ملت یا ملح اینو گفتن چطوری میشه از طریق سیگنال پروسسینگ اینا رو جنریتش میکرد، چطوری میشه جنریتش میکرد؟ اینا فرمول ندارن ولی یه خاصیت خیلی بزرگی دارن، خیلی بزرگ، خیلی اترکتیو برای دانشمنده. اون چی هستش؟ اینا در حوزه زمان خیلی فشردن، همزمان در حوزه فیزیکانس هم خیلی فشردن. به این خاصیت در توابع فوریه سپیس نیست. مثلا شما فوریه یه دلتا رو بگیرید، یه دلتا در نقطه تیسه، دلتای تیه منای تیسه، فوریه ترانسفورم ازش بگیریم چی میشه آسفیدش؟ میشه میشه ای به قوه من نهایی جی اومیگا تیسه. قدر مطلق از این بگیری، این تابع برای تمام اومیگا یک، برای تمام اومیگا یک. میدونی داره چی میگه؟ میگه تابع دلتا در حوزه زمان فشرده ترینه، ولی در حوزه فرکانس چیه؟ واید ترینه، وایدسته. حالا تابعی رو در نظر بگیریم که فوریه ترن خودش در حوزه زمان خیلی فشرده است، در حوزه فرکانس هم خیلی فشرده است، این نقض میکنه اون چیز فوریه رو که الان ما گفتیم. که فوریه میگه که اگه شما از یه تابع فوریه بگیرید، اگه اون تابع خیلی در زمان فشرده است، در حوزه فرکانس خیلی باز میشه، بندویتش باز میشه، دلتا نمیشه. حالا اگه شما تابعی در حوزه فرکانس داشته باشید که دلتا است، در حوزه زمان چه شکلی داره؟ در حوزه زمان وایدسته. اینا رو ببینید، این فوریه ترانسفورم ازش ببینید، این میشه این. اینو ما بیان ترسیمش کنیم برای اومیگا، در حوزه فرکانس شما اینطوری داشته باشید، فوریه ترانسفورمش. حالا مثلا من جوزه رو تحت بگیرم، اون دو پایه رو چیز نکنم، دو پایه این در حوزه چیز چی میشه؟ بعد بیا میده ترسیمش بکنیم دوستان. پس در حوزه فرکانس وایدست، زمانی که در حوزه زمان تایم دیوریشنه، این ها یعنی تایم دیوریشن، تایم دیوریشنش کمترینه، در حوزه فرکانس کمترین فریکونسی دیوریشن داره که باشه میگیم بندویت، بندویتش صفر این، ولی در حوزه فرکانس بند، در حوزه زمان تایم دیوریشنش می نهایت. ولی ویولت ها چی هستن؟ ویولت ها توابعی هستن که در حوزه زمان تایم دیوریشنشون خیلی کمترینه، در حوزه فرکانس هم کمترین بندویت. این اصلا شروع بیودن اینجا بوده، اینا دنبال اینا میگشت. خانم داویشیز تو کاربردی که کار میکردن دنبال اینا، اینا دنبال این میگردن که اون اتم ها دارن امواجی رو ارسال میکنن، مثلا اتم هایی که اینا ساب پارتیکل بهشون میدن، ساب اتم پارتیکل، این ها دارن مثلا رادیو مثلا موج داره ارسال. ما پی میبریم از عناصری که توشن، اون موجا رو میتونن دیتکت بکنن یه جوری، ولی اون چیزی که مثلا یک هزارم انگسترومه، حالا مثلا با این چیزای عجیب غریب باید نگاهشون بکنه، نمیتونن نگاهشون بکنن. مثلا یکی از پارتیکل ها رو 40 سال پیش پیدا کردن، اینطوری پیداش کردن، گفتن اگه 40 هزار سال نوری دیواری از سر ما داشته باشیم، یه احتمال نزدیک به صفر نخواهد بود که یکی از این پارتیکل ها اون طرف 40,000 سال دیگه پیدا شده. یعنی اینا اونقدر سرعتشون زیاده، اونقدر سبکن، دیتکشنشون بر اساس اینفرنسه، نمیشه خودشو دیتکت کرد، باید به یه صورت دیگه مثلا موجشو دیتکت کرد، پس خودش وجود داره. میدونم اینا اینا دانشگاه دانشمند با این چیزا مشغولن، به جای اینکه چیزهای دیگه مشکل باشه، ما این چیزهای دیگه
حالا دنبال این میگشتن که ما یه تبدیلی روی موجی که دریافت کردیم ببینیم که در حوزه زمان که این ناگهان داره رد میشه با سرعت بی‌نهایت نزدیک سرعت نور داره رد میشه ما بتونیم کپچرش بکنیم، اون بازی زمانی کپچرش بکنیم. دنبال این چیزا بود. البته من اصلا این چیزی که بنده فهمیدم، این چیزی که اینا میگن با یه کسی مثل خودش میگه تعبیر تفسیرش در نظر این پس موجک اینه، موجک و خیلی کاربرد داره. فوریه چقدر کاربرد داره؟ فوریه ترانسفورم مقالات و دلایل کتاب ها و اینا چقدر کاربرد داره؟ این همون طوره، همون طوره. حالا یکی از کاربرداش خدمتتون عرض کنم که ماها خیلی ساده است برمودن فرض بفرمایید که ما میخواییم یه سری داده رو فشرده کنیم، یه سری داده رو فشرده کنیم. بعد فشرده سازی دو دیدگاه داره، یک فشرده سازی لاسی داری، لاس میشه یه سری داده از بین میرن، یه فشرده سازی داریم نان لاسیه، یعنی اگر داده ها رو کمشون کردیم معکوس فشرده سازی رو انجام بدیم عین داده ها به دست میاد. کدومش مرجعه؟ خب من مشخصه که نانلاسی مرجعه، نانلاسی مرجعه. ولی بعضی وقتا هستش که ما لاسی رو انجام میدیم چون که ما سنسوری دیتکتورش رو نداریم، مثلا دیتکت بکنیم. مثلا ما انسان، ما چشم ما چقدر دقیقه، گوش ما چقدر دقیقه. حالا یه چیزی رو ما اونقدر فشردهش کردیم و دوباره میخوایم چیزش بکنیم که گوش ما بشنوه، گوش ما باید حساس نیستش که تغییرات خیلی کم رو هم بتونه دیتکت کنه. برای خاطر ما میتونیم لاسی کامپرشن داشته باشیم، برای چشممون هم نمیده، برای چشممون هم. تلویزیون شما ببینید، تلویزیون های امروز هم ببینید، نزدیک از این فاصله بهش نگاه کنید، همین فاصله کرده این کار رو داره کنید نگاه شما ببینید اونجا کانتینیوس نمیبینید، میدونید چی میبینید؟ اونجا اینطوری نمیبینید. پس ما از این فاصله نمیتونیم درک کنیم، ولی از این فاصله 2 سانتی متری میتونیم درک کنیم. ما نمیبینیم تلویزیون که 2 سانتی متری نگاه بکنیم، من از اینجا نگاهش میکنم. حالا ولی فرض بفرمایید که یک دپارتمان پلیس داریم، اینم با مجرمین عجیب غریبی دست به گریبان، بعد اینا رو یه برخلاف به تور میندازه و میگیردشون و فلان داکیومنتشون میکنه، پنج تا سرانگوش میگیردشون. بعد اینا میدونین چی هستند؟ کریمینال ها، یعنی افراد مجره، مثلا مواد مخدر و از این چیزا. اینا خیلی پول دارن، میتونی کارهایی بکنن که اون اسیر بکنن پلیس رو. پس اینا میخوان یه بانک اطلاعاتی از اینا داشته باشه که خیلی هم دقیق. ولی چون که مجرما مواد مخدر و پولساز، به جای اینکه بریم مهندسی بخونیم، ویولت بخونیم، مثلا بریم یه کار دیگه بکنیم، یک شبه شب کار مثلا 10 ساله یا 1000 ساله انجام بده میشه دیگه. از این آدم ها هستن یا یه نفر میاد آدم خرید میده دیگه، این کار با آدم میده، این کار بکنه، یک شبه میتونی 1000 شب درآمد بشه. میان اثر انگوش اینا رو میگیرن، بعد اینا رو ذخیره میکنن، ولی هیچ کامپیوتری، هیچ نتورکی حجم نمیتونه اینا در اطلاعات کسب بکنه. مثلا روی 50 سال، روی 40 سال، روی 30 سال نمیتونه اثر، چون که اثر انگشت مثل عکس میمونه، مثلا 5 مگ اطلاعات باید داشته باشه تا بشه فهمید، 5 تا 6 مگ. حالا 1000 نفر، 2000 نفر، این کشور، اون کشور، ایتالیا، نمیدونم چیز، آمریکای جنوبی، آمریکای جنوبی، کولومبیا، کولومبیا، اونجا فکر کنم کار غالب های مواد مخدر و کوکائین و از این چیزا هست. فقیر بکنم به خیلی هم زندگی کردم، اونجا پر مخاطره هست. حالا من نمیخوام باره این جریف بشم، فقط چون کار اینه، یا شما میاد تو، یا اون فرد میاد تو این کار، یا یه جا دیگه باید باره زندگی کنم، باید بزیر زندگی کنم اگه بشه زندگی کنم. بعد اینا رو میگیرن ازشون، اینا رو میگیرن، بعد میبینن که حجم اطلاعات خیلی زیاده، ما این رو کامپرس بکنیم. یه خب یه کاری که میشه کرد اینه، فوریه‌ای بگیریم ازش، از تصویرها فوریه‌ای بگیریم، فوریه‌شو مثلا اطلاعات فوریه رو ضبط بکنیم، ثبتش بکنیم. بعد فوریه خب اطلاعاتش مثلا ایمیج دیگه، ایمیج رو
میدونی جالب این هستش که فوریه ای اگه 50% از اطلاعات شما صفر کنیم یا بگیم نداریم یا اصلا بگیم سیوش نکردیم، اون 50% رو استفاده کنیم برگردونیم، دوباره همین اثر رو میشه درست میشه، دوباره همین اثر میشه. این مال مثلا 20 سال پیش. این روزا از ویگلد استفاده میکنن، از ویگلد استفاده میکنن، 75% داده ها رو میتونن فراموش کنن، 25% چون میگن حتی این هم ویگلدیه که ماها باید سر بایده ایم، خودشون با یه ویگلد مثلا خانم دابشید کمکشون کرده، خانم دابشید این چیز کرده بهشون داده که اینطوره. بعد حالا ممکنه چیزهای خاصی هم باشه که از 75% هم حتی بیشتر میشه فراموش کرد، 80% فراموش، ولی ممکنه نگه به آدم این بدونی دارم ممکنه سمون کامپرسیف سنسینگ میتونه با کامپرسیف سنسینگ هم بازی همون کنه. بله، کامپرسیف سنسینگ یکی از چیزهای، یکی از کاری، یکی از تول ها تول سیگنال پروسسینگ تحقیقاً کامپرسیف سنسینگ که میگن که شما یک سیگنالی رو میتونید under نایکروس ریت مورد برداری کنید، under نایکروس ریت مورد برداری کنید، ولی دوباره همون سیگنال بازسازی کنید. این با بیلید هم میشه، اینا ادغامش کرد، میشه ادغام کرد، ولی این باطل کامپرسیف سنسینگ اینه که شما under نایکروس ریت مورد برداری کنید. و چرا این اتفاق افتاده؟ اینها به آسمان نگاه میکرد، آسمان یعنی کهکشان ها نگاه میکرد، باید رخدادهایی اونجا میبینن که این رخدادها داره کانتینیوسی اتفاق میفته، ولی به خاطر فاصله بسیار زیاد، چند هزار سال نوری، چند میلیون سال نوری با ما دارن، اون اطلاعاتی که نور دیگه داره میاد و چند هزار سال پیش اتفاق افتاده، چند هزار سال پیش اتفاق افتاده الان به ما رسیده، ولی چقدر نورش به ما رسیده؟ همش رسیده؟ یه درصدی ازش رسیده؟ مشخصه دیگه، چون که نور فید میشه. مثلا این نور خورشید، نور خورشید میبینید 100% که ما دریافتش نمی کنیم که چقدر کیلومتر به ما فاصله داره؟ 150 میلیون کیلومتر به ما فاصله داره، همش ما دریافت نمی کنیم، یه مقدارش داره. حالا چند هزار سال نوری، چند میلیون سال نوری، واضح همه شما دریافت نمید. پس واقعا اون چیزی که شکلی که مثلا ابرنو اختری که ما اونجا دیدیم، اونجا دیدیم اتفاق افتاده چند میلیون سال نوری پیش یا چند هزار سال نوری پیش، همه ایمیجش به ما نرسید. اون چیزی که رسیده under nyquist rate، یعنی اگر ما مثلا 2 کیلومتریش بودیم ازش یه تصویر میگرفتیم، یه عکس برداری ازش میکردیم، پرفکت بود. ولی چون که الان هزاران سال نوری، میلیون ها سال نوری ازش فاصله دارید، اون چیزی که سمپل هایی که ازش به ما رسیده، نمونه هایی ازش به ما رسیده under nyquist rate. شما میدونید که باید بالای nyquist rate باشیم تا بتونیم perfect reconstruction داشته باشیم. به همین خاطر اینا کامپرسیو سنسینگ رو اختراع کردن. کامپرسیو سنسینگ یه نوع چیکار ریاضیاتیه؟ داره میگه که شما اون چیزی که دریافت کردید رو اینطوری در از نویزی میده، نویزی میده، اون نویز هم گوسی نیست، بلکه یه نویز very heavy tail، مثل کوشیه، مثل کوشی، مثل این. بعد شما میاید یه نوع مینیمایزیشنی انجام میدید بهش میگیم N1. ما الان مینیمایزیشن اگه شما دونه افزار طول مطلب دارید، ابزار مطلب دارید، همه میدونیم بر اساس چی هم کاندکس پروگرام میدونیم، یعنی میگن که ما یه چیزی رو نرمشو داره مینیموم میکنیم، نرم رو مینیموم میکنیم همیشه یه چیز داره، ولی وقتی که کاندکس پروگرامینگ دیگه اپلاید نشه کردش، مثل جاهایی که نویزی که به داده اضافه شده نان گاوسیانه، باید شما بیاید الوان نرم رو استفاده کنید. مثلا اینو در نظر بگیرید، این الان چیزه، این کاندکس، ولی اینطور چیزا این L1 norm، این L1 norm. حالا یه چیز دیگری میتونه بشه L0 norm، L0 norm، L0 norm، نرمه ها، نرمیه
که داره میگه اون وکتوری که من دریافت کردم یا صفر یا یک. حالا دیست صفر یک یعنی چی؟ یعنی یا هیچیه یا نسبت به هیچی چیزیه. این مثال چون این مطرح شد مثلا فرض بفرمایید شما میخواین یک کشتی رو به واسطه امواج راداری تصویرش رو بسازید، نه بودن و نبودنش. چون که رادار گفتیم خدمتتون شما هم بهتر میدونید رادیو دیتکشن اند رنجینگ، ولی شما رادار رو تابوندید، حالا میخواین عکسش رو بسازید، گیرنده بسازید. میدونید رادار میخوره به هر چیزی، میخوره سیگنال به هر چیزی میخوره، جاهایی که عمود برش هستش عکسش در میاد چون برگ بازگشتی داره میده. حالا شما فرض بفرمایید که این کشتی هایی که میسازن کشتی نظامیه، اینم میدونه که رادار داره روشنه، این میاده به نظر شما طراحاش یه جاهای پخ بسازن روش، مثلا سطح چیز داشته باشه، عمود داشته باشه، غیر اقلایی اگر این کار رو کنید. چون که داره میگه که من به شما یه تیکت میدم که شما با موشک منو بزنید، داره اینو میگه دیگه، وجود من شما پیدا کنید. پس اینا یه جوریشو میسازن نه فقط جازه بلکه مغناطیسن، بلکه لبه نداره و تصاویر هم چطوری شناخته میشن، یه تصویر چطوری شناخته میشه؟ با اج، اج تصویر رو با اج میشناسن، تصویر رو با اج میشناسن. شما یه تست بکنید، مثلا تصویر تو مطلب دانلود بکنی، لود بکنی، لود بکنی، کم راهن، یک تصویر تو مطلب از خیلی معروف، کم راهن، لود بکنی، بعد FFT2 رو روی اعمال کنی، FFT2 رو اعمال میکنی، ریزالتش یه ماتریس میشه که کامپلکسه، الیمنت های ماتریس کامپلکس. بعد شما انگل اینو به دست بیاری، انگل این ماتریس خروجی رو به دست بیاری، بعد با این شو، این شو، آیتم شو، اینو نگاه کنی. ببینید که کمرامنه دارید میبینید، خود آقای کمرامنه دارید میبینید، ولی بعدا بیاد همین کار رو، همون ماتریس FFT2 رو اپسول اپس رو روش پیاده کنید، بعد این هم یه ماتریس میشه دیگه. این ماتریس هم به واسه ایمشو نگاه کنید، ببینید هیچی نیست میشه، هیچی نیست. میدونید چرا؟ چون که فاز داره لبه نشونه، انسان هم چیزی رو میفهمه با لبش میفهمه. مثلا اگه من این رو میبینم، لبه های این داره به من میگه اینجا میزه، من اینجا نگاه میکنم لبه نمیبینم، اینجا نگاه میکنم لبه نمیبینم، پس تشخیص بر اساس بهتری اینجا نبست. حالا داشتم این عرض میکنم، میتابونن رادار رو به چیز به کشتی و تصویرش رو بسازن، این لبه نداره که، سطح پخ نداره که، اج نداره که، هم سمپل هایی که ازش برمیگرده خیلی کم، خیلی کم که بشه ازش یک چیز اینفورمتیو به دست آورد، یه چیزی که توش اینفورمیشن داره که بشه مثلا کشتی یا چیز ازش دید برد. اینه وسیله الزیرونور میشه کامپیوتر سنسینگ باید اپلیکیشن خیلی زیاد دیگه. واقعا یه اپلیکیشنی از نان کانوکس پروگرامینگ، نان کانوکس پروگرامینگ یکی از اپلیکیشن ها از کامپوزیت سنسینگ، خیلی هم جالب و خیلی عالی هست. حالا ما داشتیم صحبتمون رو در رابطه با اینا میکردیم، دیگه چیزا میکردیم که میبینی شما الان اگر ما در حوزه زمان یه دلتا داشته باشی، در حوزه فرکانس یک ساینوسوید داره، و اگر در حوزه زمان یک ساینوسوید داشته باشی، در حوزه زمان یک ساینوسوید داشته باشی، در حوزه فرکانس دلتا باشه. حالا ما سیگنال هایی که باشون کار میکنیم یا کلاس فرمودی مخابرات میگفتیم که سیگنال همون اینفورمیشن، ما اینفورمیشنی که داریم، آیا اینفورمیشن
باید حتما همگن باشه. میفرمیشه همگن نیست، سیگنال همگن نیست. یا به عبارتی اون دسته شما که فرایند اتفاق گذارن سیگنال های واقعی یا نانستیشنری هست. فوریه ترانسفورم طول مناسب هستش برای استیشنری سیگنال. فوریه ترانسفورم به طول یه ابزار مناسب هستش برای سیگنال های که استیشنری هستن. استیشنری برای اون دسته شما که هنوز تو فرایند اونطوری که باید وارد نشدید، سیگنالی که همه جاش مثل هم میدونید، همه جاش مثل هم. ولی سیگنالی که یه جاش با جاهای دیگرش فرق میکنه، اون سیگنال نان استیشنری، غیر ایستاست. تصاویر غیر ایستا، تصویر غیر ایستاست، نمیتونه یک جور باشه. مثلا موی انسان با دستت جور نیست، هم از لحاظ فیزیکالش، جیامتریش، هم از لحاظ تکسچرش، تکسچرش رو متفاوته، تکسچرش رو متفاوته. جالب از شما بدیم تکسچر پروسسین، تکسچر پروسسین اینو پروسسین گرم بیگلت اومده این بوستش کرد، اون بردتش رو دارم ناگهان مثل سوای موتور جتش گرده بردتش texture process. تکسچر اسپیچ چیه؟ تکسچر ایمیج چیه؟ تکسچر دریا چیه؟ تکسچر کوه چیه؟ تکسچر آب، آبی که توی کره قطب شمال، آبی که توی استوا هست، آبی که توی دریای نمک هست، تکسچرش مهم. مثال دارم که ویولت اومده خیلی اینا رو بوست کرده، جلو برده. چرا؟ به خاطر اینا سیگنال های نانستیشنری هستن. یا به عبارت تمام سیگنال هایی که ما باشون کار داریم، چه اسپیچ باشن، چه ایمیج باشن، چه مولتی میدیا باشن، اینا نانستیشنری هستن. نانستیشنری غیر ایستام، غیر ایستام. اگر اون چیزای ریاضیاتیش که توی فرایند و اینا ازش بگذاریم کنار، غیر ایستا یعنی اینکه یک تکش با تک دیگه‌اش فرق سرانگشته میده. به صورت هیورستیک، تعریف هیورستیک که نان استیشنری این هستش که تکه های مختلف سیگنال و مثال مثلا ایمیج، یه تکه ایمیج با این تکه دیگرش فرق که ویولت میتونه مناسب باشه. چه؟ حالا ویولت میتونه مناسب باشه چون که ویولت همونطور که اشاره کردم خدمتتون یه تابعی هستش که میراث در حوزه زمان، در حوزه زمان شدیدن میراث، در حوزه فرکانس هم شدیدن میشه، ولی در حوزه زمان و فرکانس خیلی فشرده است، خیلی فشرده. بعد این میتونه این کار باش بکنیم اگر این تابر ما اسکیلش بکنیم. اسکیل یه تابر اسکیل کردن یعنی چی؟ مثلا یه تابعی دارید مثل دبلیو، ما بیایم این تابر اسکیل بکنیم. اگر اس بین 0 تا 1 باشه، اگر اس بزرگتر از 1 باشه، در وهله اول این نکته رو ببینیم. شما کی واحد زمان داره؟ این الان تقسیم یک کمیت به یک کمیته، این باید چه واحدی داشته باشه؟ تو دایمنشن لس بشه دیگه، این باید دایمنشن لس باشه. اس هم باید واحد زمان داشته باشه چون توابع میاد روی چیزهایی که دایمنشنلس هستن اثر میکنه. پس اس واحد زمان داره. یک روی اس چه واحدی داره؟ پس فرکانس. یک روی اس واحد فرکانس. حالا اگر اس کوچک باشه یک روی اس چقدر میشه؟ بزرگ میشه. اگر اس بزرگ باشه یک روی اس چی میشه؟ کوچک میشه. پس اس های کوچک این تابع رو دارن شدیدن آسیلتوریش میدن، شدیدن آسیلتوریش میدن. حالا اگر این تابع ویگلت باشه که خیلی در حوزه زمان کامپرسته، اسم بین 0 و 1 باشه، این تابع در این بازه داره شدیدن نوسان، شدیدن داره نوسان.
و اگر اس بزرگ باشه این تابع کشیده میشه. چه زمانی تابع کشیدن ملازم داریم؟ جایی که تغییرات به سیگنال زیاد نیست. ما لزومی نداره فیچرهای سیگنال رو همه جاش استفاده کنیم، چون تغییرات سیگنال یک جوره، مثل اینجا، مثل این سیگنال رو اینجا. اینجاش میاد اصلا تغییرات نیست، اینجا تغییرات نیست، ولی اینجا تغییرات زیاد هست. اینجا جایی که این اس باید کوچک باشه، اینجا ها جایی که این اس باید بزرگ باشه. حالا ما میخوایم یک کاری بکنیم، ما میخوایم بگیم که بیا از ریاضیات استفاده بکنیم. دارم برای شما یه اینتروداکشن میدم، یه پریلود ها، اینه که ما باید اون جریانات درسونه نشید. ذهنیت دوستان عزیز، یه دسته از شما اینجا تشریف دارین که از من اینو شنیدین که توی دانشگاه ما باید ذهنیت میدادیم. من خدا شده نمیتونم ادعا بکنم، شدم کسی نتونه ادعا بکنم غیر از خود این محمد که ما ویبلت بر من میدونم. اصلا من چی میدونم؟ اون چیزی که ما میدونیم در حد دونستان خوده. ما توی دانشگاه اومدیم ذهنیت میدادیم، ذهنیت بله، نمیده اینجا پول باری از تول باکس ها رو با خودم داشته باشیم، از اتاق رفتیم بیرون مثلا چند تا تول باکس اضافه شده به ما. ما دبستان و دبیرستان شما این رو نباید با خودت دانشگاه بیاری، اون دوران تموم شده، برم نمیگرد. شما الان وارد دانشجویان اساتید وارد یه دوران دیگری شد، اون دوران دوران ذهنیت، اون دوران دوران تعمق. و الا تول باکس، تول ابزار نه نیست. اونجا کشور خارجی میدونی چی میگن؟ میگن اینها توانمندیشون در انجام دادن خیلی زیاده. حالا این اگر فیچر میشه استرگوف میشه که این فیچر رو نیست، چون ابزار بدن خیلی بدن در این درس مرس میاد این چیزا دارم. ما ابزارهای عجیب غریب برای دیدون از خبر میشه کالدر بند یه طول ارائه داره. کی بوده کالدر بند؟ خودشون نمیشنسته بود، ولی راه فکر کردن، تعمق کردن، این وقتی طول بیهینش، چون که میدون آدم چطوری ازش استفاده بکنه، درست ازش استفاده بکنه. ولی وقتی که مکانیکال، هم مکانیکی آدم کار بکنه، مکانیکی کار بکنه نمیدون. یه کشورهایی هستن مثل آلمان، اینها میدونید چی کار میکنن؟ اینا تکنولوژی جنریت میکنن، تکنولوژی جنریت. اینم خودشون میدونن ما افراد هستیم داریم تکنولوژی جنریت مخترعیم. یه زمانی اختراعاتشون طوری بود که یک نفر که یک چیزی میدونست میتونست شبیه سازی بود. الان میدونید چی کار میکنن؟ الان طوری میسازن یک نفر که نگاه میکنه نمیتونه شبیه اینو بسازه، چون میگه که بازار از دست من در میاره. اینطور داره فکر میکنه، اینطور داره. پس اون قدرت تفکر کردنشو نه فقط از وادی اختراع جلو برده، بلکه میگه شما داری چطوری فکر میکنی که میخوای شبیه من بسازی؟ میدونه شما داری چطوری فکر میکنی؟ میدونه. پس ما باید الیویت کردن هم چطوریه؟ مثلا قد مهم مثلا این تقریه نو نه، تعمقه، تعمق کردن واقعا این طور هم واقعا این طور بلاش. دانشجویان ما همه اکثر دانشجویان ما بهترین هم از لحاظ تول باکس ها خیلی چیزهای دیگه که اصلا این خبر نداره. یه دانشجو شبیه شما، هم سن شما، هم طلبه شما، از این چیزهای خبر نداره. ولی راه فکر کردن، راه فکر کردن به مراتب مهمتر از انواع اقسام تول باکس ها و اینا هست. فکر کردن یک راهش اینه که باید هم وحی بشه، یه راه دیگرش اینه که آدم چشم دانشمند ها به نگاه کنه. ببینید چرا دانشمنده این طور این نگاه کنه؟ هیچ وقت آدم نمیتونه ها، اینا بگم من خودم نمیتونم، من نمیتونم اعلام میکنم، من نمیتونم. ولی سعیش آدم بکنه یا درست میشه یا باشه.
یواش یواش درست میشه. کسی هم این نظر الان که سیگنال ها نان استیشنری هستن و لازم هستش که فیچرهاشون بیرون کشیده بشن. همه شما میخواید بگلت رو ببینید، بگلت باندر میشنان تعریف بگلت. بگلت که از یه سیگنال نان استیشنری مثل ایکس و تی اومدیم تبدیل رو پیاده سازی کرد. فوریه ترانسفورم چند تا پارامتر اینتگرند داره؟ یک پارامتر داره. این چند تا پارامتر داره؟ این دو تا پارامتر. این اسکیل هم تو که عرض کردم از اون معکوس فرکانسه، اون تاو دیلیه و از اونجایی که ساین یه تابع شدیدی هم فشرده‌ایه تاوه داره روی سیگنال اکس این رو میلرزونه، بعد اسه داره هم تغییر میکنه، سبب میشه که این تابع خیلی فشوری یا خیلی باز بشه. پس فیچرهایی که توی سیگنال هستش داره میزید، یعنی شما بهش نگاه میکنید که این در روی تاو و اس نگاه میکنید رفتار اکس رو پیدا کنید. من بودم مثلا یک اکس هم میگذارد میکنید یه مثالی هست کنم به من، مثلا یه سیگنال من برای شما بسازم نیست. این سیگنال اگه ما نگاه کنیم اولش یک کوسینوس با فرکانس مثلا یک بود، بعد یک کوسینوس با فرکانس یک، بعد یک کوسینوس با فرکانس یک و نیم مثلا، فرکانس هم این دو پای اف فرکانس. این سیگنال پس اولش داره یک کوسینوسی که میذاری و یواش یواش دو برابر فرکانسش میشه، بعد سه برابر میشه. نه حالا ما از این فوریه ترانسفورم بگیریم به چی میرسیم؟ میدونیم به چی میرسیم؟ به اگر این نگاه بکنید این به این میرسیم. حالا من قسمت چون که کامپلکس میشه دیگه، یه چیزی میشه که اینجا مثلا اگر یک دومه، اینجا اگر یکه، اینجا اگر یک دومه، این یه چیزی میشه اینجا توی پارتش مثلا در ترسیم بودن و میرا میشه. این طرف هم منها شده از این آیه میشه متوجه شد که اول کوسینوس پایتی بوده، کوسینوس دو پایتی بعدن اومده، کوسینوس سه پایتی بعدن اومده. از نگاه کردن به فوریه ترانسفورم نمیشه بعد ترتیب رو نمیشه پیدا کرد، کجا بودن رو نمیشه پیدا. حالا اینو من برای شما شکلش حوزه زمان بکشم، شکلش حوزه زمان بکشم، اولش نیست نصفش بگیم اینه با هم جمعه دنبال هم کاماست، کاماست. حالا کامپیوتر رو روشن بکنم میشه، چون که اون تخته رو نیوردن یه زد بواردن و بردن و میگاستن تخته رو پل داده میادن حالا دقیق برش. بعدش اون یکی شروع میشه، بعد در واقع این کوسینوس هست که سر میشه حالا من دارم بگم، بعد این یکی شروع میشه. ما حالا از این فوریه ترانسفورم بگیریم، از این سیگنال فوریه ترانسفورم بگیریم به این برسیم، ولی آیا داره تقدم و تأخر اینا رو میگه؟ اصلا نمیگه، اصلا گم شد که کی کوسینوس پایتی بود، کی کوسینوس دو پایتی بود، کی کوسینوس سه پایتی بود. ویولت ولی اینطور نیست، ویولت به شما میگه اول کوسینوس پایتی شروع شد، بعد کوسینوس دو پایتی شروع شد، بعد کوسینوس سه پایتی شروع شد. ترجیح نمیدین اینو؟ همینطوره دیگه.
اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، این حالا یه سیگنال عجیب غریب تره. این اولش مثل کانستنت داره عمل میکنه، بعد ناگهان تغییرات شدید داره، بعد دوباره داره مثل کانستنت عمل میکنه. ما های دوست نداریم اونجایی که سینگولاریتی ها دارن شروع میشن، مثل سینگولاریتی ها. شروع میشن ما بدیم سینگولاریتی ها کجا هن؟ مثلا شما دارید تصویر برداری اتوماسیونی هستش توی کارخونه ای، داره از پیچ ها عکس برداری میکنه وسیله رادار یا الکترومغناطیسی. خب پیچ ها رو نگاه میکنن، نمیخوان پیچ های خراب بدن بیرون بپوشن به مردم، از بالا نگاه میکنن، خلل فرج اینا، سوراخ بودن اینا، ترک اینها سینگولاریتی ها هستن. اونا رو از اسمبلی لاین خارج کنن اتوماتیکلی، آهن یه سیگنال میده بهش که او عکس برداری کرد، این نره، این نره بیرون، ادامه پیدا نکنه، این بره اون طرف اون داشته، یا آبش کنن دوباره چیز کنن، زومش کنن دوباره یه چیز درستری ازش در بیاره. پس ما اینو لازم داریم. البته اینم خدمت رو بگم، عرض کنم خدمت که صحبت خانم داویشید آقای ملد یه موضوع موجود رو ساختارمند کرد، ساختارمند کرد، یعنی دانشمندا درباره یه مبحثی به نام کاین فریکوئنسی می‌دونستن. ترانسفورم رو فوریه ترانسفورم رو حالت دارم بیام توش یک ویندو اعمال کنم، چطوری انتخاب میکردن میکنن این ویندو رو میگن در حوزه زمان شدیداً فشرده باشه، مثلا همچین بابی، مثلا در حوزه زمان یکی این که این اول که پازیتیوه، ویندو پازیتیوه، ویندو همیشه پازیتیوه. دوم که ویندوها ایونت فانکشن هن، سوم که ویندوها دیکریزینگ فانکشن هن و مکسش رو همیشه در تی مساوی با صفر، پس این خواص رو داره، ایونت فانکشن هن، مکسش رو در نقطه صفر، دیکریزینگ فانکشن هن، مثبت هن، این رو خواص رو داره. حالا اگر فرض بفرمایید که این بیاد اینجا قرار بگیره، من الان بازم دارم پیلوده ها، اینا اینترودکشن ها برای ذهنیت فراهم میکنه ها، هنوز هاردکور وارد این جهیرات نشدیم، سفت و سخت واردشون نشدیم، اینم بدون داریم ذهنیت، ذهنیت انشالله میخواد این بشه که ذهن ما شیک بشه، ذهن ما شیک بشه، هدف اینه، هدف اینه. بعدا هم با اقسام کارا میشه اینجا صحبت کرد، دانشمندا صحبت کرد که این تابع WT میاد میشه WT من های تاو، یعنی میدونی چی میشه؟ تایم ریورس میشه، از در تابع من هایی که اینجا میکنی تایم ریورس میشه، تایم ریورس میشه، بعد میادش دیلی میشه، دیلی میشه، اول این اتفاق میفته، بعد دیلی میشه،
برس پرمی برسش بره وقتی فانکشن ایمن باشه پرمی برسش با خودش یک سال دیگه قبوله بعدش هم دیلی میشه این دیلی هست بعد این دیلیه ما تغییرش میدیم این سبب میشه که روی این تابعه بلغزه این داره میلغزه میره این تیه رو ما تغییر میدیم از مینان میرته بعد این تغییرش میدیم میلغزه میره جلو ولی میدونید داره چیکار میکنه چون که تابعه شدیدن میراییه مثالش ساده ترینش اینه داره فیچرهای این سیگنالی رو میشه اگه این تابعه مستدیلی اینجا بیادن به قرار بیدن چه اتفاق میفته و اگه اون ایه بهش میگیم ویندو وید تایم وید و ویندو وید اگه کوچک باشه کوچکیش هم چطوری باید فهمید نسبت به تغییرات سیگنال که اکسپکت میکنه چقدر اکسپکت میکنه مثلا این صحبتی شما میشنوید میتونه 1000 ثانیه رو عوض بشه نمیتونه یک بکنی کار پس اون ای اپلیکیشن اورینتد میلغزه روی اون فیچرهای سیگنال رو بیرون میبینه که این در اکس تی کاما اف تایم فریکونسی پلات بشه فانکشن یا پلاتش اینه میدونی اینه به چی میگن؟ شورت تایم فور یه ترانسفور شورت تایم فور یه ترانسفور میگن شورت تایم فور یه ترانسفور میگن شورت تایم فور یه ترانسفور تو مطلب یه طولی وجود داره بشه که اسپکتروگرام اسپکتروگرام شورت تایم فوریه ترانسفورم انجام میده یعنی ما تو همون ویبلت اگر اون سایو درست انتخاب کنیم میتونیم به شورت تایم فوریه ترانسفورم هم برسیم شورت تایم فوریه ترانسفورم زیر مجموعیه حالا اینجا رو شما مشاهده بفرمایید این رو حالا من توی جزوم هستش این میدونیم چی میمونه مثل این میمونه که XT اومده وارد یه فیلتری شده که این پاس ریسپانسش سای منهای تی روی اس چون این کانولوشنه ولی اگر اون فانکشنه باشه سای من نهای تی روی اس اکس تی اومده کانوالو شده با سای من نهای تی روی اس اینجاست که فرایند اتفاقی در مورد میشه که اکس تی اون فرایند اتفاقیه اکس تی فرایند اتفاقیه سای تی فیلتر است حالا پاور اسپکتروم خروجی چی میشه؟ یادتون میاد؟ میشه پاور اسپکتروم ورودی ضرب داره فوریه ترانسفورم فیلتره به قوه دو ولی الان فوریه ترانسفورم فیلتره رو چون تو مخرجش اس هستش این اس داره اسکیل میکنه سایه خاطر دونه دیگه اینو پاور اسپکتروم ورودی برابر هستش پاور اسپکتروم ورودی در داره این حالا HT الان توی این کار ما هستش سای من های تی روی هست سای من های تی روی که ازش فوریه ترانسفورم بگیریم S ظاهر میشه نه؟ یعنی از این فوریه ترانسفورم بگیریم شما ظاهر میشه اگه اس تغییر بدی چه اتفاقی میفته براش هی داره چاق و لاغرش میکنه یا به عبارتی داره
این رو تحت تاثیر خودش قرار میده، در اینجا داره اسپکتروم رو نه فقط تابعی از فرکانس داره میکنه، بلکه تابعی از اسکیل هم داره میکنه. اسکیل چیه؟ 1 over frequency time پهنای time. این صحبت این سوال شما که اینجا فرایند اتفاقی اون جریاناتی که مربوط به فرایند اتفاقی دیگه دوباره میشه. پس ببینید فاک شده پردازش آماری تمام اون طول هایی که شما میشناسید که ما توی SSP استفاده کردیم، توی فرایند استفاده کردیم، اینجا تسری پیدا کنم سرایت میکنه به اینجا اینن با یک چیزی S رو هم باید باید بشه S رو هم باید باید S رو هم باید پس اینجا رو داشتیم اینجا بود یعنی میگم تایم فریکونسی spectrogram. حالا انتخاب کردن این W خودش یکی از هنرهاست. یکی از هنرهاست این W باید چه بگیرد؟ یکی از W های خیلی خوب همین rectangle. توی تمام اون ویژگی ها رو داره، ویژگی های ویندوی مناسب رو داره، ولی میتونه کایزر باشه، میتونه همین باشه، میتونه همین باشه، میتونه چویچف باشه، میتونه یا دامیس چویچف باشه یا تیلور باشه و همون ویندوهایی که میشناسن خیلی هم چویچف و ویندوهایی یا یه چیزی باشه بهش میگن گابور، آی گابور، آی گابور، آی گابور اینو به ما گفتن از به ایشون فرانسوی هستن گابور، گابور که اینه چه اتفاقی میفته اگر تی خوش نزدیک های دو مثلا مثلا موجه دو میشه دو با با دو میشه چهار ای با با دو میشه چهار پای پای هم بگیم سه مویز چهار در هم بگیم سه چهار زن داره سه میشه دوازده ای با با میشه دوازده چهار داری ای با با دوازده میشه از ماشین سال سوال کرد ولی ببینیم میتونیم سوالش کنیم خیلی کوچکه ولی ببینید میتونید همینطوری اون چیزایی که میدونید بدونید که از این چیزا استفاده کنید حسابش کنید من میگم یه چیز در حدود 10,000 ده و میلیون 4 بالاتر پایین تر چطوری میشه اینو پیدا کرد؟ ای رو میشه بالاخره یه عدد این کنی نوشت خیلی کوچیکه هم ده مومنهای هفت مثلا هفت و شش در به ده مومنهای هفت رو بگیریم که شش ده هم هم بگیریم یک پس یک میلیون شد اینجا پس ای رو اینطوری بنویسیم اینجا رو میذاریم منهای دواز بعد این ما بستش رو بلدیم بدیم رو بستیم بلدیم میشه بیرش این ماشین حساب و این توی صحبت ها این توامندی های ما رو در وجود ما نگه میداره اجازه نمیده حالا عرض خدمت داشتم گابور رو عرض میکنم گابور گابور رو عرض میکنم
پاور ترانسفورمیشن واقعا اونیه که دبلیوش ای واقعا میگه همه خواص خوب هم داره، همه خواص خوب داره، مثبت ایون شدیدن نزول میکنه، حالا من یک چیز دیگری با شما باز کنم، یک روزنه دیگری با شما باز کنم، چه اتفاق میافته توی تایم فریکونسی؟ اون A کم یا زیاد میشه، یا وین تایم ویت، تایم ویت یا وین دو ویت ما کم یا زیاد میشه؟ بله؟ زیاد میشه با کمش بکنیم در سمت دلتایم به، اگه زیادش بکنیم سمت کانستنت به، حالا بعد اینو شما نگاه بکنید اکس تی کاما اف رو نگاه بکنید، فوریه ترانسفورم ضرب دو دو تابه تبدیل به چی میشه؟ کانولوشن فوریه ترانسفورمیشن میشه، یا به عبارتی نمیشه اینطوری نمایش داد. اینی که ما میدونیم چیه، این ازش اکس فوری ترانسفورم این چی میشه که روی تاوم داریم، فوری ترانسفورم روی تاوم داریم، یه ای با اوه منهای جی اومگا تی توش داره، بعد اومده ضرب شده در فوری ترانسفورم در بسید نه در فوری ترانسفورم در بسید اینجا این ها اینجا چون که گفتیم که این تابع زوجیه، ولی فرقه تابع زوجیه ریل هم هسته، کامپلکس نیسته، این الان برابر با کانجوگیت زوج و ریلی هسته، اینجا منها نداره، پس کانجوگیته روی این یاد اثر بکنیم، پس این میشه اینجا بازش، پس فوریه ترانسفورم یاده باید شورت تایم فوریه ترانسفورم کانولوشن این دوتا هست، این داره چی کار میکنه؟ این ضربه داره چی کار میکنه؟ این گفتیم که دبلیو یا اومگا، گفتیم که تابع چون دبلیو تی یه تابع زوجیه، دبلیو یا اومگا یه تابع ریل زوجا رو باید فوریه ترانسفورم ریل اون کانجوگیته اصلا باشه نباشه فرق نمیکنه، اصلا نداره، ولی این داره چی کارش میکنه؟ این داره کامپلکس میسازه ازش و آسیلیتوریش داره میکنه، یعنی اگه اومیگای زیاد باشه این شدیدن آسیلیت میکنه، اگه اومیگای کم باشه این آروم، حالا اگه فرض بفرمایید که اکس تی
توش یک دلتا باشه، اکسل توش یک دلتا باشه. اکس اف چه خواهد شد؟ اکس اف یک کانستنت میشه، اکس اف یک کانستنت میشه، چون که یک بود میگه این میشه ای با اومه جی اومگا تی سه خواهید رسی بیان یا انزای ای با اومه میگه جی اومگا تی سه. حالا این دبلیوه اگر یه تابع اینطوری باشه شدیده داره فشورده میشه و داره روی اکسفی میلغزه، این حاصله این چی میشه؟ حاصله این نسبه یه چیزی کانستنت، چون که اونجا یه ای با اون اینا جی اومیگاتی سه میبینیم حالا میشه این انجام داده انجام داده یا چطور توضیح زمان این انجام داده هر فرق نمی کنه. حالا ببینیم مثلا اینجا دلتا بگذاریم چون که گفتیم W کوچولوه، Aش کوچکه، Aش کوچکه، پس داره درست میده روی این قرار میده، همه چیز دیگر داره از بین میده. یعنی اینجا چیز دیگری باشه، اونا رو اصلاش اجازه نمیده نشون بدن. ببینید؟ اصلا اونا، چون که این مستطیله میاد روی دلتای، میلغزه یا میاد روی دلتای. مستطیله میلغزه، میاد روی دلتای قرار میده. اینجا میده. بقیه چیزا رو اصلش اصلا اجازه نمیده نمایش داده بشه توی شورت تایم فوری ترانسپورت. پس ما پیدا کردیم در کجا دلتا توی سیگنال ما اکسپتی موجوده. پیداش کردیم. حالا اگر توی همین سیگنال یه ترمی باشه که در حوزه فرکانس دلتاست. در حوزه فرکانس دلتاست. مثلا اینطوری. الان در حوزه فرکانس دلتا است. چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم از این استفاده کنیم. از این استفاده. چون بعدا اینجا یه دلتا اینطوری دارین شما. حاصل این چی میشه؟ حاصل این میشه که چون که هر چیزی با دلتا کانوالو میشه دلتا آرگومنت خودشو بهش میده. پس حاصلش میشه یه تابع ساینوسویدال میشه، داره به ما میگه که توی سیگنال شما یه ساینوسوید موجوده. میدونید ولی این فوریه ترانسفورم به شما نمیگه. با همین طول اگه توی دنبالیه با همین توی دنبالیه خیلی ساده شبه توی ترانسفورم باشه شما تونستین بفهمید که توی سیگنال XT دو تا کامپوننت هست، یکی دلتا هست یکی سانیسوید. با همین طول شبه ترانسفورم باشه. حالا اگر ما تو اگر ویندومونو بهتر از این بکنیم، مثل این گابور بکنیم، حتی بهتر میشه. بعد توی اونجا ما میتونیم یک چیزی رو تعریف بکنیم بهش میگیم تایم فریکونسی پلات. تایم فریکونسی پلات که اگر A رو شما کم بکنی رزولوشن شما توی تایم دومین بالا میره. یعنی چی رزولوشن توی تایم دومین بالا میره؟ من الان یک دلتا به شما نشون دادم. حالا اگه توی داده های شما دو تا دلتا بودن، این دو تا دلتا به هم نزدیک هم بودن، یعنی اینطوری بودن.
اپسیلان. ما میخوایم بگیم توی داده همون دو تا دلتا هست دیگه، پیدا کنیم دو تا دلتا هست توی داده ها. ما این بیندو این ایه رو باید طوری انتخاب بکنیم که وقتی که میاد و که این دلتا قرار میگیره این اصلا توش ظاهر نشه. دلتا شبیه سینک نیست یا سینک شبیه دلتا نیست؟ ما تو داده هایی وقت دلتا نداریم ها، یا مثلا توی داده های واقعی ما ساینوسوید نداریم ها. این ساینوسوید سیگنالی که از مین های بین های تا بعد بین های آسلیت داریم. دلتا چه تابعیه؟ دلتا تابعی نیست، اینا میدونید شما. دلتا یه دیستریبیوشنه. چرا؟ به خاطر اینکه سد زیر منحنیش یکه ولی ارتفاعش بی‌نهایت. پس دیستریبیوشنه، تابع توزیعه. این خب یه نکته. اون چی؟ ما اینا رو داریم به صورت چی حالت ایدئال نشون میدیم برای شما روی تخته که شما بگید که آه مثلا این یه سینک اینجا بوده. یه تابعی مثل سینک هست. سینک رو میشناسید شما؟ سینک رو وقتی که لوب اصلیش رو کوچک بکنید بگید که صد زیرمانش باید یک باقی بمونه یک سان باقی بمونه داره به سمت دلتا بگید. پس این مثل یه سینک میمونه. پس اون ویندوه اومده روی مین لوب، لوب هم میدونی شما چه گلوه لوب اصلی سینکه قرار گرفته، داره سینک دیگر رو چی میکنه؟ مسک میکنه، اجازه نمیده اصلا توش بباشه. به این وسیله ما میتونیم بگیم مثلا تو داده های ما دو تا پیک وجود داره که اینقدر اصلا فاصله داره، اپسیلان اصلا فاصله داره. ارزشش در این کار نیست. حالا دلتا در حالت ایدئالش سینگولاریتیه. مثلا میدونی لبه سینگولاریتیه شما؟ اینو شما هم سینگولاریتی میشناسید دیگه. سینگولاریتی، سینگولاریتی این تابع در کجاست؟ در یک. چرا؟ چرا بهش میگه سینگولار اینجا؟ چون یک ناگهان مقدارش بی‌نهایت میشه. حالا در لبه چه اتفاقی داره میفته؟ در لبه مشتق ناگهان داره عوض میشه. مشتق اتفاقی داره ناگهان عوض میشه. پس سینگولاره. سینگولار. چون که برگردیم به تو تعریف آقای کوشیریمان، تعریف آقای کوشیریمان تابعی سینگولار هستش که خودش یا مشتقاتش بتونن بی‌نهایت بشه. پس لبه که مشتق داره بی‌نهایت بشه لبه هم میدونیم مستان از این لبه یک مفهوم. ما لبه به این صورت اصلا نداریم اینجا بشه نبرد داریم نمیشه درست کردن چیزی استیبل نیست. این همچین چیزی استیبل نیست. کوچکترین تغییر میدازه مثلا این دیواره 90 اگر باشه کوچکترین تغییر میلرزونتش. ولی اگر یه جوری درستی کرد که هستش هم نگاه چون اینجا نمیتونه صفر باشه این باید اینطوری باشه اینطوری باید باشه اصلا اینجا نمیشه دلتا درست کرد. یه بیت داره، یه بیتی داره. سینگولاریتی ها رو میشه به این وسیله یا چیزهایی که نزدیک سینگولاریتی هستن به این وسیله پیدا کرد. حالا میدونید دوستان اج چرا مهمه؟ اج داره ریجن ها رو نشون میده. یه ریجن از یه ریجن دیگه داره جدا میکنه، این ریجن از یه ریجن داره جدا میشه. یا این میز رو ببینید شما، اج که داره یه ریجن خودش رو با ریجن دیگه داره نشون میده، از دیوار داره تمایز میده. اج یعنی اهمیت، اج اهمیت سینگولاریتی دیتکشن در این هستش که داره چی میکنه برای ما نواحی مختلف رو به دست میاره. به این وسیله میشه تکسچر ها رو پیدا کرد. جایی که تکسچر عوض میشه اونجا اج. اینجا هم تکسچر عوض شد، اینجا تکسچر عوض شد، اونجا اج. پیدا کردن اج اینطوری میتونه به شما تکسچر رو مشخص کنه. تکسچر هم میدونید چی؟ بافت. حالا مثلا تو رادار از این میشه استفاده کرد. رادار مثلا رادار یه سیگنال میفرسته میگیره، میشه ازش استفاده کرد کی کجا این آبه، کجا کشتی، چون تکسچر اینو متفاوت.
دانشجویی داشتید شما بعضی وقت میشناسید با تحصیل شده سنت با دست شد این کارش اج تکسچر ولی یه صورتی باید پسش کرد چون که مفاهیم بسیار جدیه مفاهیم بسیار کاربردیه بسیار کاربردیه حالا این داشتم عرض میکنم خدمت اگر ما ای رو کم بکنیم یعنی تایم بیت رو کم بکنیم تایم رزولوشن ما توی سیگنال بالا ولی فریکونسی رزولوشن اون پایین یعنی اگر شما تایم بیت ویندو رو کم بکنید شما بیست تایم رزولوشن دارید بیست تایم رزولوشن چرا به خاطر این وقتی ویندو رو کم میکنید ویندو به سمت دلتا میل میکنه رزولوشنش میتونه دلتا رو از هم تفکیک پس بیست تایم رزولوشن زمانی هستش توی شورت تایم میل ترانسفورم وقتی که تایم ویت کمتری فریکونسی رزولوشن کی هستش یعنی بگیم دو تا ساینوسوید توی داده ها هستن دو تا ساینوسوید با تو داده ها هستن خب اینها رو از هم تفکیک کنیم زمانی هستش که ای زیاد بشه ای زیاد بشه حالا یک کامپرومایز کامپرومایز این گابوری کامپرومایز گابوری یعنی خب بالاخره ما میگیم که هم تو داده ها میتونه هم دلتا باشه هم میتونه ساینوسوید باشه پس اگه ما بیایم شورت تایم فوریه ترانسفورم با این استفاده بکنیم فقط این میتونه دلتا ها رو کپچر بکنه ممکنه بعضی دلتا ها رو هم نتونه کپچر کنه چون که دو تا دلتا رو یک دلتا بده پس ما لازم داریم هم تو تایم دومین بیس رزولوشن داشته باشیم هم تو فریکونسی دومین بیس رزولوشن داشته باشیم که بتونه ساینوسوید ها رو از هم تفکیک بکنه ساینوسوید ها رو اگه بخوایم در هم از هم تفکیک بکنیم ای باید خیلی زیاد خیلی زیاد یعنی طوری باشه که یک ایوم از تفاضل امگا یک امگا دو کمتر باشه یک ایوم از تفاضل امگا یک امگا دو کمتر باشه همه چون که امگا ها انگولر فریکونسی هستن کمتر باشه اگه تو دادا ساینوسوید باشه بعد این میتونه ساینوسوید ها رو اصلا تفکیک کنه. ولی هرچی محاسبات بارم درسته. ببینید وقتی ما از این کار رو میکنیم میگه نگران محاسبات نیست ما. ما میگیم بهترین کامپیوتر ها بهترین پروسسور رو در اختیار داریم. چون که ما میخوایم ویژگی استخراج بکنیم. مثلا پهباد رو میخوان تو 5 کیلومتری تو آسمان پیدا کنیم. ما نگران حجم محاسبات این میاد بمباران میکنه شما. و خلاص شد از دستش هر جوری هست خلاص شد این یه وقت رو میتونم شده پس دقیقا فرمودید میخوام یه چیزی بگم که خوست خطابی باشه یه مقدار شما از این چیزهای ابسترکت بیرون بیاد همش نمیشه از این چیزها صحبت کردید شما یه خسته بشید پس شد اگر شما میخواییم best resolution توی time domain داشته باشه باید A کوچک باشه اگه شما میخواییم best resolution توی frequency domain داشته باشید A باید بزرگ باشه اگر A خیلی کوچک باشه دلتا ها رو میتونه از هم تفکیک کنه اگر A بزرگ باشه میتونه ساینوسوید ها رو از هم تفکیک کنه و compromise بین این ها گابوره گابور compromise بین این هست که بعدا جلسه بعد خدمت رو عرض میکنم که گابور تایم فریکونسی ایریاش کمترینه گابور تایم ایریا رو داره گابور ویژگیش اینه که اینقدر بعد از 70 سال هنوز باقی مونده لیست تایم فریکونسی ایریا رو داره یعنی اینجا رو بگیریم تایم اینجا رو بگیریم فریکونسی این ویندو که رزولوشن دیگه رزولوشن کمتری حالا در اون راستا که یه مدار گوریزی به یه چیزهای دیگه بزنیم میدونید موشک های اتمی که الان اون دوتا کشور قرده کرد دارن چی هم؟ یه موشک اتمی ندارن که این موشک اتمی تو دلش موشک های اتمی بعضیش مونه صد تا توش موشک اتمی صد
این وقتی میره، میره خارج از جمع، از جمع میره بیرون. بعد اونجا این دهانش باز میشه، وقتی داره اینطوری میشه. دهانش اینطوری باز میشه. بعد این موشک ها هر کدومش برای یک شهر. حالا ما اونجا فکر حجم پردازش باشه. یا فکر مثلا دنام باشه. میده اینا چطوری از بین میبرم؟ اینطوری پروپوز کردن که از این باید بود. اینا رو باید توپای بیسبال. دیدین شما توپای بیسبال. اینا ولی فولادی هم. فولاد هم. یعنی اگه ما میخواییم یه مرگ بلندش کنه، باید زوری بزنه. اینو با سرعت 2000 متر بر ثانیه پرتاب. همین است. چند تا ده ها هزار تا صد ها نمیدونم چند تا هزاران پرتاب میکنن. بالاخره این 2300 تا موشک رو بزننش قبل از اینکه اینا برسن اینجا. چون که وقتی که اینا اینطوری میشن، اینا میخوان بیان بیرون، اینا خودشون مثل جت حرکت میکنن میرن. حالا میخوای شما بزنید، باید یه جوری بزنید همینجوری به صورت بلایند چشم بسته همینجوری توپ بیسبال پرتاب کنیم بهشون بخوره بهشون. چون که اینا کنترل سیستمشون خیلی دقیقه، یه کوچ اینطوری بهشون میخوره، اینا هیچ آن استیبل نمیشه. حالا دیگه شده فکر پردازش و اینکه باید چون این بخوره زمین، اون چیزی که توی هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد، اینا هزار برابر بوده. هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینا هزار برابر بوده. به اتفاقا دیتکشنشون این کارهای رزولوشنی رو داره دیگه. مثلا بگید 100 تا اونجاست یا بگید یکی اونجاست، کدومش مرجعه؟ اون 100 تا موشک داره به سمت یه جایی میره یا یکی رو ببینیمش؟ بالاخره باید رزولوشن بگید، رزولوشن این کارهایی رو بگیده تو چیزا رزولوشن. بعد اینا رو میدونی چطوری دیتکت میکنن؟ اینا آپتیکالی دیتکت میکنن. رادار و اینا دیلهی که دارن خیلی زیاده. رادار مثل چیزه، مثل چشم هم زدنه، ولی دیلهی که اینا دارن زیاده. بره و بیاد، بره و بیاد، سیگنال بره و بیاد، اصلا نمیشه ثبت کرد برای اون. یعنی باید آپتیکالی به وسیله ماهواره متوجه میشن، خبر میدن، آهانه هم میتونی باید پرداخت. ولی اینا مثلا 1500 کیلومتر مثلا اون طرف دارن، 1500 کیلومتر. دوستان عزیز، تمرین ها رو ما میذاریم یا تو سپر یا تو مودل. سه تا تمرین هم بگم، دو تا سه تمرین هم هستید. شما قبل از میان ترم تمرین میدید، بعد از میان ترم میگم، قبل از پایان ترم تمرین میدید. بعد این تیک هوم اگزم هم که 2 روز قبل از میان ترم و پایان ترم هم از کتاب هم میخواه میشه.